این صحنه های حالا تأسف باری که میبینیم بیشتر اولین واکنشی که بهش نشون میدیم مثل من بهش تأسف میخوریم، ولی هرگز نیومدیم زیرش رو بشکافیم، باز کنیم ببینیم اینا داره از کجا به وجود میاد. آیا این تمایز ها، این تمایز طلبی های اجتماعی، این مسائل معارض چه نسبتی با تبیین ما از میراث و تبیین ما از امر سیاسی داره؟ ما این بنری که الان داریم میبینیم، این بنر عجیب و غریب که خب تو محله های یزد هست و کسایی که یزد دارن فعالیت میراثی میکنن میتونن گواهی بدن که حتی همین امروز چقدر بافت های تاریخی یزد با همین مسئله درگیره درباره افغان ها و بلوچ ها، یک مسئله تأمین یافته است توی بقیه شهرستان ها و حتی تهران که متکثرتر بافتش، منتها بافت تاریخی دارن. اتفاقی که میفته اینه که بافت تاریخی به خاطر اینکه تراکم نمیتونه داشته باشه، تراکم شهر فروشی کمتر میتونه اتفاق بیفته، حالا یک انگاره ای پشتش وجود داره که باید حفظ بشه که حالا اونم درست حسابی نمیشه، ولی خب یک سری روابط و قوانینی داره. جای ارزون قیمتیه برای مهاجرت، برای قومیت های دیگه، برای روستایی ها که بیان توی شهر و اونجا زندگی کنن، ولی از اونور این تقابل به وجود میاد، این گروکشی به وجود میاد که فکر میکنم تموم دستگاه های اجرایی، تموم تولید دانش میراث فرهنگی توی ایران هم دارن بهش دامن میزنن. چگونه این دامن رو میزنن؟ شما همین الان اگر برید خیلی از اسناد آسیب شناسی شهری یا توی محله های تاریخی، چیزایی که شرکت های مشاور کار کردن رو بررسی کنید و باز کنید، بدون استثنا توی اکثر بافت های تاریخی نگاه اگر بکنید، میبینید که یک جمعیت غیر بومی توی آسیب ها هست که ما داریم میبینیم که جمعیت غیر بومیه هم یکی از آسیب‌های بافته که داره به بافت آسیب میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه تعلق خاطر به بافت نداره و نمیتونه از بافت خوب محافظت کنه، حالا توان مالیش رو هم نداره و هیچ. و خب این توی این نبرد دائمی قاعدتا همیشه بافت به سمت گرون شدن پیش میره، به سمت اینکه بخواد به یک عرصه دیگه ای پا بذاره، یک مناسبات دیگه ای رو حکم فرما کنه که باز از بیرون از بافت بیان سرمایه گذاری کنن، گرونش کنن و این اقلیت بومی حالا خارج بشن از اونجا و یک حاشیه دیگه ای جا بگیرن. اما اتفاقی که در اصل داره میفته و پشت این روند متناوب و متواتر داره پنهان میشه، این مناسبات اقتصادی و مستقلاتی مریضه که خود فرماست و کاملا معادلات شهر فروشی، معادلات تولید فضای مستقلاتی، تولید فضای قابل مبادله و پولی پشت همه اینها قرار داره. اما میاد توی لباس فرهنگ، توی لباس مسائل هویتی خودش رو قایم میکنه، یا حالا این به واسطه اینها تولید و باز تولیدش میکنه.